در بخش سوم برنامه قرار داریم. بخش اخیر برنامه هست و میزبان دختران توانا هستم که بخش قبلی برنامه هم که شما شاهد بودن دختر خانمای توانا و در این بخش هم دوستانشان را در کنار خود داریم. اینها یک تیم هستند که در کنار همدیگر با همدیگر کار میکنن و چیزهای فوق‌العاده زیبایی را آماده میکنن. امروز هم با این تابلوهای زیبایی که در برنامه آوردن استودیوی ما را هم فوق‌العاده زیبا کردن. در این قسمت برنامه هم فریبا جان را با خود ما داریم و شکریه عزیز. شکریه، صبحت بخیر. صبح شما همچنان بخیر. زنده و سلامت باشی. سلام و کلامی اگر با هموطنان عزیز هم داشته باشی کمرای ما در خدمتت. سلام خدمت تمام بیننده های عزیز و هموطنانیم که از هر گوشه دنیا ما را میبینن و صبحشان بخیر. زنده و سلامت باشی. شکریه عزیز. فریبا جان هم صبحت بخیر. خیلی خوش آمدی. به نام یاد خدای مهربان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز که از هر جای ما را میبینن. امید که صبح برفی خوبی داشته باشه. بله، صبح برفی در کل امروز این برف حال و هوای کل اگه ما را خوب کرد نه. بله. خیلی خوشحال هستم از حضور شما دختران توانا در برنامه صبح فردا. بین ابتدا از این صحبت داشته باشین، چه نسبتی با هم دیگر داره؟ دوست هستین. چادرهای را یک رنگتان هم فهمیده میشه که از همون دوستای صمیمی هستین، درست؟ چند سال میشه با همدیگر دوست هستین؟ مدت سه سال میشه که با همدیگر دوست هستین. کدام تا اول باز پیشنهاد دوستی دادن؟ شکل گرفت. در کل باز دوستی دخترم یک باره شکل میگیره، درست؟ بسیار عالی. فعلا چقدر خوشحال هستین از اینکه با همدیگر دوست هستین و اینکه کدام خصوصیات در وجود یکدیگرتان بوده که از یکدیگرتان باز خوشتان آمده که دوست شوین؟ خب این قسم است که وقتی آدم دوست میشه زیاد نفهمه، متشکل میگیره. همچنان خصوصیات زیادی داریم که میتونه یکی بگوییم که علاقه به هنر است، که هر دوی ما علاقه به هنر داریم و کوشش کردیم که با هم یک جا پیش بریم. بسیار عالی. چقدر خوب که در کنار همدیگر هستین و امیدوار هستم که دوستیتان همیشه وقت دوامدار باشه بدون از اون دفعه قارک ها و جنگ ها بگه، درست؟ بسیار عالی. امروز خوشحال هستم که شما رو در کنار خود دارم و با این تابلوهای زیبایی که در کل استودیوی ما رو هم فوق‌العاده زیبا کردین. به نخست از تیمتان بیشتر بر من صحبت داشته باشین که تیمی که ایجاد کردین چند نفر هست؟ خب تیمی که ما داریم تعداد 10 الی 11 نفر هستیم که مدت 2 سال میشه با هم کار میکنیم و همین نتیجه شد. بله. نامی هم برای تیمتان گذاشتین؟ تیم هنری نسل شما. بسیار عالی. چقدر خوب. کار تیمی چقدر خوب میایه فریبا؟ کار تیمی به نظر من خیلی خوبه. وقتی یک نفر کار میکنه چیه؟ نظریه یا ایده یک نفر میباشه. بله. وقتی چند نفر با هم کار میکنه و ایده هر نفر متفاوت است و این میتونه بیشتر به ما کمک کنه تا چیز مثلا اشیای مقبول و هنری خود بیشتر به خرج بتیم و بیشتر کوشش کنیم و چیزای متفاوت خلق کنیم. بله، دقیقاً. زمانی که یک نفر کار میکنه با یک فکر با یک ایده کار میکنه. بله. اما زمانی که 10 نفر کار میکنه 11 نفر کار میکنه مطمئنن که 10 یا هم 11 ایده و فکر میایه که در کنار همدیگر میتونید که کارهای فوق‌العاده زیبایی را هم انجام بتین. ما تابلوهای شما را هم همونطوری که مشاهده کردیم انشاءالله بر دوستا هم نشان میتیم، اما خوب هست ابتدا از همین تابلوی فوق‌العاده زیبا شروع کنیم. هر کدام تا صحبت میکنیم بخواهیم. خب این چیه؟ ما با چوب کار کرده میره. چیه؟ چوب تراشی است، هنر چوب تراشی است و ما کوشش کردیم که برای صنف خودی مکتب ماست که صنف دوم هم نوشته شده و همچنان ما از این هنر چوب تراشی استفاده کردیم. بله. چوبی که کار شده کدام نوع چوب هست؟ چوب ها میتونن مختلف باشن. بله. خب بسیار عالی، فوق‌العاده زیبا هم کار شده و شما در کل دیگه کار را برای اداره مکتب آسان کرده نه؟ بسیار خوب. خب از این تابلوها هم در کنار ما هست نشان بتون. من نمیدانم که کدام طرف بگیرم. همه تو درست هست؟ نه همه تو صحیح هست؟ بسیار عالی. صحبت داشته باشین، کار تیمی هست یا هم خیر؟ کار تیمی هست. همه اینا ما یک جا کار کردیم. میام نقاشی با رنگ باشه. بله. چقدر زیبا.
در کل کتاب هست، درست؟ بله. فوق العاده زیبا هم کار شدن. به مدت چند روز کار شدن؟ این مدت 2-3 روز وقت برده. 2 الی 3 روز کار شدن. زمانی که آب روی این تابلو ریخته شد پاک نمیشه، شسته که نمیشه. خب رنگ بسیار. روغنی هست. رنگ روغنی هست، درست. بله. یکی از کارهای که با چوب در کنار ما هست دوستا، نشان بدم برای دوستا که همین تابلو خیلی زیبا هست و متن زیبایی هم نوشته شده، مهربانی و بخشش اندازه ندارد. صحبت داشته باشه. خب ای کار با چوب است و همچنان ایره از سوخته‌کاری استفاده کردیم. خب وسیله که ما برای سوخته‌کاری استفاده میکنیم برقی است، دستگاه برقی سوخته‌کاری است که اول ما در روی چوب اسکچ میکنیم. بعد از اون وقت اسکچ کردیم با امو دستگاه برقی اونا رو میسازنیم. ایت یک شکل میگیره. بله، شکل فوق العاده زیبایی هست که مطمئنا اینا هم تیمی هست. بله، درست. بسیار خوب. یک دیگر مشت نوانه خروار دوستا، امروز شکریه جان، فریبا جان به نوایندگی از تیمی که در کنار ما هست در برنامه حضور پیدا کردن، با دست پر طرف برنامه آمدن و یک از تابلوهای دیگرشان هم به شما نشان میتیم و صحبت داشته باش. شکریه عزیز. خب این همچنان سوخته‌کاری میباشم که توسط همتیمای ما ساخته شدن. بله. و اینا به مدت چند روز در کل کار کردن؟ اینا مدت زیاد نمبره، اگر ما برق داشته باشیم، یعنی امکانات داشته باشیم، شاید 300 یا 400 زمان ببره. بله، اگر برق داشته باشیم. نه متاسفانه که در این شب و روز پرچه برق هم در کابل فوق العاده زیاد شده. یک تابلوی دیگر هم نشان بدیم که یک کمکی خاص‌تر هست نسبت به سایر تابلوها، صحبت داشته باشیم. خب ایخو مارکی مکتب ماست، همچنین اینه با هنر چوب تراشی کار کردیم. هنر چوب تراشی بسیار. هنر چوب تراشی که بعد از او باز رنگ روغنی کنش کردیم. بله، رنگ هم کردین دیگه، درست؟ بله. که باز همو جلای خود بکشد. بله. خیلی زیبا هست. خب یکی از کارهای زیبایتان که در کنار ما هست کوزه هست، درست؟ صحبت داشته باشین. خب نقاشی روی سفال می باشن که انواع مختلف داره، روی کوزه می تانه باشه، روی گلاس، روی امو جام می تانه باشه، حتی روی کاسه هم هست. بله. درست، بسیار عالی. بیاین در رابطه به رنگ هایی که در این استفاده کردین هم صحبت داشته باشین. از کدام رنگ ها استفاده کردین؟ بیشتر برای زینه از رنگ های روغنی استفاده می شن چون ظریف کاریه. بله، ظریف کاری خیلی زیادی داره که دختر خانما باز در این کارهای ظریف کاری باز دست والایی دارن دیگه، درست؟ خیلی زیبا هست. باز قیمت اینا چند هست؟ قیمت گذاشتین نگذاشتین؟ ما خود قدر کار کردیم زیاد به امو ایده ما با فروش نبودن، همچنان خواستیم که چیزی نو خلق کنیم. اینا کلش توفا برای اداره مکتب نداده باشین. ها؟ کار خب کلن شما برای مکتب. اداره مکتب ما اینا رو انجام دادیم و همچنان خیلی سپاسگزار هستیم از اداره مکتب خود. بله دقیقا، خیلی خوشحال هم هست مطمئنن اساتید بزرگوار اداره لیسه از این که شاگردان توانای مثل شما دارن که در کنارشان هست. تابلوی دیگر هم هست دوستا که در پایین هست، دوستا شاتش را میگیرن و شما هم میتونین صحبت داشتین. همون تابلوی وسطی دوستا. خب و نقاشی روی غربال می باشه که از رنگ های مختلف استفاده شده. ما انواع رنگ ها داریم که بیشتر برای از اینا رنگ های روغنی استفاده میشه تا ما شکل خود ظرافت خود بیشتر نشان بده. بله، این هم کار تیمی هست؟ بله. بسیار عالی. خب و یک تابلوی که در کنار ما هست ساعت هست و فوق العاده زیبا هم کار شده. بیشتر فکر کنم شما هم رنگ آبی را دوست دارین، آبی لاجوردی. بله. کمک دیگه خیلی زیبا هست، صحبت داشته باشین. این هم از چوب کار شده، درست؟ بله، این از چوب کار شده. ما وقتی میخواییم یک هنر نشان بتیم، بیشتر میخواییم احساسات و ایده های خود نشان بتیم. بله. و همچنان این ساعت هست که بعد از هنر چوب تراشی کار شده. بله. بالای مخمل است، چه قسم خودتان میفهمین دیگه. اونا را بیشتر ایده ما بوده و نشان دهنده احساسات ما بوده که ساعت است و ساعت خیلی
وقت برای ما مهم است که از اونو میتونیم مثلا ساعت قسمی دیگری استفاده کنیم و همچنان نمیتونیم مثلا وقت خود هدر بتیم و میتونیم از ساعت خیلی خوبتر استفاده کنیم و نشان دهیم احساس. بله در کل وقت خیلی مهم هست، اینکه باید در نظر گرفت تا اینکه ما بتانیم کارهای ما را به درستی انجام بدیم. یکی از کارهای فعالات زیبایی که در کنار ما هست دوستا این تصویر هست، تصویری که پر از معنا و مفهوم هست. هر کدامتان دوست دارن صحبت کنه؟ خب قسمی که خود شما شاید بفهمین که نقاشی این نماینگر احساسات ما می باشه که ما هم دوستای ما اینا رو کار کردم که هر کدام دیگه ما احساس خود را در روی نقاشی بیان کردم. بله بله، هم نقاشی با رنگ نباشه. بسیار عالی. من خواستم این سوال را گرچن در صحبتهای نخستین ما بپرسم، این که زمان که شما کار تیمی انجام میتین و به خصوص ای تابلو، نخست ابتدا ایده از کجا پیدا میشه؟ همه تان یک جا مینشینین کدام کار را انجام بتن یا نه؟ یکی تان شروع میکنین بازدگره هم یک کاری را روی او تابلو انجام میتن؟ خب ما در اول یک تصمیم میگیرم با هم یک جا که اما ایده ها از همگی ما می باشم که بعدن یک تصمیم رو می گیریم. بله که بعدن روی عمل می رن دیگه. درست؟ فوق‌العاده زیبا هست و یکی از دو تا تابلوی دیگر هم در کنار من هست دوستا که باید نشان بدم، هر کدامشان زیباتر از قبلی هست. درست؟ صحبت داشته باشین روی این تابلو هم، رنگ های فوق‌العاده زیبا و قشنگ در این تابلو کار گرفته شده و تا جایی که ما آگاهی داریم پنسل هست و روی پنسل هم درخت های دیگه شکوفه داده. درست؟ صحبت داشته باشه نزیم. خب این قسمی که اما تصویر مشخص میکنم یعنی که ما با قلم خود میتونیم که یعنی یک جهان دیگر خلق کنیم. بله، ایده های دیگر خلق کنیم. بله خیلی زیبا. و یکی دیگر از تابلوهایی که در کنار ما هست و دوستورم از خود شما هم بیشتر بشنم در رابطه بگیم. خب این قسمی که دیدم میشه یعنی یک پایه کمره میباشه که یک از دوستای ما خیلی به عکاسی و اینا علاقه داره که اما علاقه خود را نقاشی بیان کرد. بله و مطمئنن که فهمیده میشه آینده درخشانی در انتظار همه شما خوبان هست. دوستان میگن وقت تمام شده. خیلی تشکر از حضور خودت فریبای عزیز، از اینکه امروز حضور پیدا کردی. شکریه عزیز هم دوست دارم در اخیر پیام خودت را برای کسانی که خودت را همی اکنون از قاب تلویزیونایشان میبینن، کسانی که مثل خودت هنرمند هستن نقاشی میکنن، پیام چی هست؟ خب پیام خاصی ندارم و پیام خیلی کوتاه برای همه هموطنای عزیز، چه دختر چه پسر، هر کسی که باشه دارم، ای که هیچ وقت یعنی دست از یک کار نکشین. اگر مثلا ما یک فرصت را از دست بدیم، فرصت دیگه حتما هست یا کارهای دیگه هم هست که ما میتونیم به اونا روی بیاریم. اگر واقعا خود ما علاقه داشته باشیم میتونیم از یک ایده کوچک خود خیلی مثلا یک کار بزرگ را بسازیم. بله دقیقا. خیلی تشکر از این که حضور پیدا کردن در برنامه ما. انشالله که همیشه وقت موفق باشه. همچنان. و ما یک هدیه خیلی کوچک از طرفی تیم خود داریم برای شما. زنده و سلامت باشین. تشکر. تشکر از شما. ممنون شما. زنده باشین. تشکر. لطف کردن واقعا. خیلی ممنون. سلامت باشین. ممنون شما. تشکر. این تحفه دیگه بر من خیلی با ارزش هست. این که انشالله ایره دیگه من در خانه اما تاخچه بالا میمانم به نمایندگی از تیم هنری شما. خیلی ممنون، لطف کردن، سلامت باشین.